سلام، شبتون بخیر. در شب 13 آبان بیننده گفتگو ویژه خبری هستید. مشکل واقعی ایران و آمریکا در چیست؟ چه چیزی باعث شده تا این دو کشور در 37 سال گذشته با مشکلات متعددی مواجه باشند؟ شاید 13 آبان نماد یکی از این روزهایی باشه که در سابقه تاریخ ایران شاهد تبعید حضرت امام، حمله به دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران و نهایتاً روندی که منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد. سوالات متعددی در این زمینه وجود داره که دعوت کردیم از آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که به این سوالات پاسخگو باشند. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید، در خدمت شما هستم. بفرمایید. من می‌خواستم به عنوان مقدمه خیلی سریع بریم سر یک نگاه تاریخی به این سه واقعه 13 آبان و بعد بیایم به سمت مسائل روز و سوالاتی که الان مطرحه، که در دوران پسا برجام هستیم. مسئله مطرح میشه که برخی معتقدن که ممکنه که رابطه با آمریکا مشکلات رو حل بکنه و بحث منطقه رو خواهم داشت با شما. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا سال روز مبارزه با استکبار جهانی رو به همه ملت شریف ایران و همه آزادی خواهان جهان تبریک عرض میکنم. ملت ما الحمدلله در این زمینه ها ابداع کننده خوبی بوده، از روز قدس گرفته روز مبارزه با استکبار جهانی، و بدون شک در بسیاری از کشورهای دیگه فرصتی پیدا میشه که مردم جهان روی این مسئله فکر کنن که چرا ملت ایران مرگ بر آمریکا رو راه نمیکنه و چرا یه چنین روزی رو به عنوان یه روز مهم ملی خودش در حقیقت برپا میکنه و مردم شرکت میکنن. من به سهم خودم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این پرچمداری رو بتونیم به طور منطقی، به طور جدی، با همون ارزش‌های انقلابی و اسلامی که داریم ادامه بدیم. آقای رضایی، ما خب سه تا واقعه رو داشتیم. اسکرامی که تبعید از امام بوده، بعد حمله به دانش آموزا و دانشجویان در دانشگاه تهران، و نهایتاً روندی که بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، مداخلاتی که سفارت آمریکا در تهران در امور اجرایی کشور داشت و منجر به تسخیر و جاسوسی شد که حضرت امام اون رو به عنوان انقلاب دوم نام بردن. میشه این مرور کوتاهی بر این سه تا واقعه داشته؟ بله، به نظرم شاید لازم باشه برای ورود به بحث از اینجا شروع کنیم. میشه گفت که درگیری ملت ما با آمریکا از جریان کودتای علیه نهضت ملی شدن نفت شروع شد. آقای مصدق فکر میکرد که اگر از انگلیسی ها ببره و به آمریکا پناه ببره، آمریکایی ها پناهگاه خوبی هستند. مذاکراتی بین آقای مصدق و آمریکایی ها صورت گرفت و آقای مصدق روی حمایت آمریکایی ها حساب جدی باز کرد، ولی کم به دست خود آمریکایی ها علیهشون کودتا شد. از اون تاریخ تا امروز که 60-70 سال میگذره، بدون وقفه آمریکا علیه ملت ما اقداماتی رو انجام داده و میلیاردها دلار خسارات چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به ملت ما وارد کرده. خب اون حادثه گذشت، ولی بعد از اون حادثه حمایت جدی آمریکا را از رژیم شاه در 15 خرداد می‌بینیم که با تانک مردم رو زیر گرفتن. در حوادث دیگه می‌بینیم، در پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها به طور جدی پشت سر شاه اومدن، آقای هایزر رو فرستادن ایران که کودتا بکنه با کمک سران ارتش شاه که موفق نشد. در حقیقت هست امام کاری کرد که آقای هایزر نتونست این کارو بکنه. بعد از پیروزی انقلاب آمریکا هم علیه ملت ما، هم علیه دولتی که منتخب مردم بود، در حقیقت فعالیت کرد که شورش‌های قومی رو در ایران آمریکایی‌ها حمایت کردن، کودتای نوژه رو آمریکایی‌ها حمایت کردن، جنگ 8 ساله تحمیلی عراق علیه ملت ما رو آمریکایی‌ها به طور جدی از صدام حسین حمایت کردن، تا اینکه این 3-4 سال اخیر شدیدترین تحریم ها را علیه ما اعمال کردن. یعنی ما 60-70 سال چه قبل از انقلاب در دوران شاه و چه بعد از انقلاب ملت ما با آمریکایی ها درگیرن و مرتب برای کشور ما مشکلات درست کردن و هزینه هایی بار آوردن. اگر یه دادگاه واقعی بین المللی امروز تشکیل بشه،
حداقل با 10 میلیارد دلار آمریکایی خسارت بدن تا بتونن در حقیقت گذشته رو یه مقداری جبران بکنن، منهای مسائل معنوی که اونها قابل جبران نیست، ولی همون مقدار مسائل مادی رو اگه بخوان جبران کنن یه سابقه زیادی رو بایستی جبران بکنن. خب یکی از این نکات خیلی مهم مسئله الجزایر است. قرارداد الجزایر، توافقنامه الجزایر که دانشجویان ما قبول کردن با وساطت دولت ایران بین دانشجویان پیراخط ما با آمریکا، دولت ایران اومد وساطت کرد و قرار شد گروگان‌ها آزاد بشه. در الجزایر تیم مذاکره کننده ما با آمریکایی‌ها به توافق رسیدن که خیلی خوب، این گروگان‌ها آزاد میشه، این جاسوسا آزاد میشن به هر تعبیری که تلقی بکنیم. خب اینا وقتی آزاد میشن دیگه شما تعهد بدید در مسائل داخل ایران دخالت نکنید، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. ولی از زمانی که این توافق صورت گرفته، من یک سندی دارم، یعنی آماری در حقیقت وجود داره که نشون میده آمریکایی‌ها بارها و بارها توافق الجزایر رو زیر پا گذاشتن. یکی از خود اینا کسی به نام راب گریس، ایشون یه مقاله نوشته تحت عنوان کارشکنی و عملیات محرمانه آمریکا علیه ایران. ایشون میگه که در سال 1995 رسانه‌های آمریکایی افشا کردن که سازمان جاسوسی CIA 18 میلیون دلار صرف عملیات مخفی برای بی‌ثبات کردن ایران کرده. باز همین مقاله میگه که آمریکایی‌ها در سال 2005 در حالی که با 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در معاهده پاریس رو ایران به امضا رسانده بود و قرار شده بود که آژانس بیاد نظارت بکنه و ایران هم پروتکل داوطلبانه آژانس رو پذیرفته بود، ولی آمریکایی‌ها میان از گروه منافقین و جندلای که در پاکستان هست و میاد در مرزهای شرقی عملیات میکنه، کنگره آمریکا در سال 2005 3 میلیون دلار در حقیقت تصویب میکنه که به این گروه‌ها بدن و علیه ایران کار کنن. یا در سال 2007 باز نشون میده که CBS نیوز از تلاش‌های مخفیانه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و متحدانش برای کارشکنی در برنامه هسته ایران پرده برداشت. در همون سال وقتی اردشیر حسن‌پور دانشمند هسته ایران در شرایط اسرارآمیز جان خود را از دست داد، تایمز به نقل از برخی منابع گفت موساد او را ترور کرده است. و در سال 2008 جورج بوش حکمی رو امضا کرد که بر اساس آن CIA بره حرکتی رو علیه براندازی جمهوری اسلامی داشته باشه. یا در سال 2009 میبینیم آمریکا، یعنی بوش با همکاری سازمان جاسوسی اسرائیل برنامه محرمانه‌ای رو علیه زیرساخت‌های صنعتی ایران تصویب میکنه. این مقالاتی است که خودشون چاپ کردن، یه مقالاتی است که چاپ شده و نشون میده که آمریکایی‌ها تعهد الجزایر رو که قرار بود که اصلا در امور داخلی ما دیگه نه مستقیم و نه غیر مستقیم دخالت نکنن، بارها و بارها در حقیقت زیر پا گذاشتن. بنابراین این که گفته میشه ایران با آمریکایی‌ها دشمنی داره، اونا با ما دشمنی میکنن، ما داریم مقاومت میکنیم، ما داریم ایستادگی میکنیم، ما داریم مبارزه میکنیم، ما با تجاوز داریم مبارزه میکنیم، ما با دخالت در امور خودمون داریم مبارزه میکنیم. آمریکایی‌ها دشمنی میکنن، ما ایستادگی داریم میکنیم، ما مقاومت میکنیم، ما مبارزه میکنیم. بنابراین ما ابتدا به ساکن علیه هیچ کشوری وارد درگیری و جنگ نمیشیم، اما مقاومت و ایستادگی رو حق قانونی خودمون و حق مشروع خودمون میدونیم که داریم بر همین اساس عمل میکنیم. اگر این اختلاف دو کشور رو، در واقع اختلاف دو گفتمان انقلاب اسلامی از یک سو و گفتمان استکبار جهانی یا سلطه جهانی از سوی دیگر بدونیم، شما متوجه سابقه که در مبارزه با استکبار جهانی داشتید، در انقلاب، در دفاع مقدس و در بعد از
دوران دفاع مقدس، فکر میکنید آیا تغییری ایجاد شده که برخی سخن از امکان همکاری در برخی زمینه‌ها با آمریکا دارن در این دو گفتمان؟ خب اگر آمریکایی‌ها تغییری کرده باشن، این باید یه علامتی داشته باشه. بالاخره تغییر بدون علامت جدید که امکان پذیر نیست. ما نه در رفتار آمریکایی‌ها، نه در گفتار آمریکایی‌ها، نه در تعهداتی که با ما میدن هیچ تغییری نسبت به گذشته نمیبینیم. پس رفتارشون خصومت آمیزه، قول و قرارشون بدقولی میکنن، گفتمانشون هم که معمولا از موضع بالا و بعضا شروع میکنن به تهدید که ما هم جوابشون رو میدیم. خب پس معلوم اینا در گفتار و در عمل و تعهدات و در رفتارهاشون تغییر پیدا نشده. این طرف چطور؟ اگه اونو تغییر نکردن، ما تغییر کردیم که این بحث ها مطرح میشه که شاید بتوان در برخی زمین ها باشون همکاری کرد. گروه هایی در ایران از اول انقلاب بودن، منتها اینا جاشون رو با هم عوض میکنه. این گروه ها از اول انقلاب میگفتن که آمریکا با ما دشمنی نداره و اگر ما ارتباطمون رو با آمریکایی‌ها حفظ کنیم، برقرار کنیم، ایران بهشت میشه، ایران گلستان میشه. منتها یه زمانی این رو آقای بنی صدر و آقای بازرگان میگفت، اونا رفتن کنار. همونایی که مقابل آقای بنی صدر و بازرگان بودن، حتی یه تعدادی هم از دانشجوها پیرو خط امام هم که تو همون حادثه بودن، گروه‌های دیگری درست شدن، بازم همین حرفو میزدن. امروز باز گروه‌های جدیدی ما در کشور داریم دقیقاً دارن این حرفو میزنن، هرچند که اینا اکثریت جامعه ما رو تشکیل نمیدن، ولی بالاخره چرا در کشور ما گروه‌های پیدا میشه که معمولاً از این ارتباط با آمریکا صحبت میکنن، تبلیغ میکنن، حرف میزنن. ما اگر آخرین تعامل دو کشور رو بحث برجام ببینیم و بدعهدی‌هایی که بعد از برجام پیش اومده، فکر می‌کنید الان با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره و آمریکایی همه تلاششون رو در واقع به کار بستن که در ظاهر بگن که ما به تعهدات برجامی داریم عمل می‌کنیم، اما در واقع کشور اون مشکلاتش مثل بحث مبادلات بانکی، بحث بیمه‌ها، بحث‌های مختلفی سر جای خودش هست، می‌کنید این آیا محملی شده به عنوان نمونه‌ای هست برای اینکه نشون بده که رابطه دو کشور میتونه بحث خیلی عمیق‌تر از این است؟ یعنی عمیق‌تر از برجام؟ بله. بس من خب اشاره کردم توافقنامه الجزایر، غیر از اون توافقنامه پاریس تو همین زمینه هستی، غیر از این مسئله، یعنی نمونهای دیگه ای رو عرض بکنیم که یه یادآوری هم برای مردم عزیزمون باشه، بحثی که با آقای تورگوت اوزال بود که ایشون میگفت شما اگر کمک کنید که گروگان‌های آمریکا در لبنان آزاد بشه، آمریکا به من گفته که به ایرانی‌ها بگید که ما یه کار بسیار بزرگ برای اونا انجام میدیم. تلاش‌های زیادی شد، حزب الله قانع شد که اونا رو خودشون با دست خودشون آزاد کنن. بعد که به آقای اوزال گفته شد خب این اتفاق افتاد، شما برای ایران چیکار می‌کنید؟ آقای اوزال میگفت حالا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، عمرش به پایان رسید، ولی آمریکایی‌ها هیچ کاری برای ما دریغت نکردن. ولی بازم اوضاع بحرانی تر از اینه. آمریکا حتی برای دوستان خودش هم پاش برسه کاری انجام نمیده. شما این کودتایی که علی آقای اردوغان شد، مگه آقای اردوغان چه مشکلی با آمریکایی‌ها داشتن؟ معلوم شد که سرنخ این کودتا در خود آمریکاست. حتی من اشاره به کسی خاصی نخواهم کرد، اما همه میدونن که بالاخره آمریکایی‌ها پشت سر این کودتا بودن. آقای اوباما چندین ساعت از کودتا گذشته بود که وقتی دید کودتا داره شکست میخوره، اون موقع اومد یه موضع گرفت. آقای مرسی اومد با آمریکایی‌ها نزدیک شد، علیش کودتا کردن. در حقیقت خود مصدق، خود ما آقای مصدق اومد از انگلستان برید به آمریکایی‌ها پناه برد، آمریکایی‌ها علیه اونا کودتا کردن. یعنی اصلا ذات آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن، حتی برای دوستان خودشون هم قابل اعتماد نیستن، چه برسه برای ما که یه انقلابی هستیم،
میخوایم مستقل باشیم، سرپای خودمون بیستیم. بنابراین آمریکایی‌ها رو ما نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم. اما اون جایی که ما از موضع قدرت برخورد کنیم، مطمئن هستیم آمریکایی‌ها عقب نشینی میکنن. در مسئله هسته‌ای آمریکایی‌ها حاضر نبودن تو میز مذاکره بیان با کشورهای اروپایی روبروی ما بنشینن. وقتی ما تعداد سانتریفیژامون از 20,000 تا عبور کرد، غنی سازی رفت بالای 20% و به نزدیک 30% برسه، آمریکایی‌ها ترسیدن، اومدن رو میز مذاکره نشستن و مثل یه بچه مؤدبی سعی میکردن که اینجا جلسه رو ترک نکنن. آقای کری تو یکی از این جلسات 16 روز اومده در ژنو نشسته. هیچ وزیر خارجه آمریکایی در هیچ تاریخی و دوران عمرش اینطور نبوده که 16 روز بره از صبح تا شب اونم با عصا بنشینه. البته همون خوی فریبکاریشون هم اونجا به کار بردن، اما بالاخره 16 روز همه ایالات‌های و مناطق تحت نفوذ آمریکا را رها کنه وزیر خارجه آمریکا بیاد اینجا بشینه، این نشون داد که ما هرچی از موضع اقتدار جلو حرکت کردیم آمریکای عقب نشینی کردن. اما هر جا احساس کردن ما ضعفی داریم، اینا جلو اومدن و پیشروی کردن. بنابراین آمریکایی قابل اعتماد نیستن و ما راهی نداریم جز اینکه با هوشیاری، با زیرکی و با اعمال اقتدار بتونیم وضع خودمون رو در سطح بین الملل با قدرت‌های بزرگ هماهنگ کنیم و به تعادل برسونیم. چون رشته شما، رشته دانشگاهیتون اقتصاد هست و الان هم در دانشگاه تهران تدریس دارید، رشته رو من این سوالی داشتم که در شرایط فعلی که آمریکایی‌ها خودشون دچار مشکلات متعدد اقتصادی اجتماعی هستن، چطور ادعا میکنن که میخوان تو منطقه ما با مداخلاتی که دارن داعی حل مشکلات اقتصادی اجتماعی سیاسی کشورهای منطقه ما رو دارن؟ ببینید آمریکایی‌ها همین الان کل بدهیشون 19,000 میلیارد دلار شده و برای اولین بار بدهی‌ها از درآمدهای آمریکا تجاوز کرده. سال 1970 تا 1980 بدهی آمریکایی‌ها 30% درآمدشون بود. از 1980 تا 2000 این به 50-60% رسیده. از 2013 تا 2016 یعنی طی 4 سال بدهی آمریکایی‌ها از درآمدشون جلو زده. معنای این کار این است که آمریکایی‌ها هر سال باید یه مبالغ بیشتری از مالیات‌ها که از مردم می‌گیرن صرف بازپرداخت دیونشون انجام بدن. خب این کار معناش این است که به یه نقطه‌ای که در آینده آمریکا برسه، یا از نظر دلار با مشکل جدی مواجه خواهد شد، یا اداره دولت آمریکا با بن‌بست مواجه میشه و یه ورشکستگی قابل پیش بینی در 10 تا 20 سال آینده در اقتصاد آمریکا قابل تصوره. اگر این ورشکستگی در دولت آمریکا صورت بگیره، تقریبا ممکنه ظرف کمتر از چند روز میلیون ها نفر ثروتشون توی در حقیقت اوراق باهادار و اوراق قرضه و در بازارهای سرمایه و در وال استریت در حقیقت همه اینها به باد بره و یه مرتبه یک خشکسالی مالی یا یک قحطی مالی وحشتناکی سراسر آمریکا رو در حقیقت در بر بگیره. بنابراین آمریکایی ها الان به همین دلیل اومدن چیکار کردن؟ جنگ‌های نیابتی رو به پا کردن، یعنی با پول عربستان و سربازان عربستان به یمن حمله میکنن. خودشون به یمن سرباز نمیفرستن، هزینه جنگ یمن رو گذاشتن پشت بر عهده دولت عربستان، هزینه جنگ سوریه رو گذاشتن بر عهده قطر و بعضی کشورهای دیگه، و یا از سربازان ترکیه و نیروهای ترکیه در موصل در حقیقت میخوان استفاده بکنن. بنابراین الان خود آمریکایی هم تو این بحرانی که هستن به دنبال این هستن که هزینه های
استقرار نیروهاشون رو یا دخالتایی که در کشورهای منطقه میکنن این رو به طریقی به عهده خود کشورهای منطقه بگذارن. ولی اینم تا یه مدتی است، همین الان عربستان هم با کسر بودجه مواجه شده، یعنی تنظیم بودجه امسال عربستان با یه مشکل جدی، برای اولین بار در تاریخ عربستان این کسر بودجه آمریکا امروز به عربستان سرایت کرده، فردا خود قطر با مشکلات جدی مواجه میشه. بنابراین آمریکا داره به سمت یک بنبست، بنبست کاملا اقتصادی پیش میره و تعهدات بین المللی که در دنیا پذیرفته از عهده تأمین هزینه های اینا در آینده بر نخواهد اومد. حالا با توجه به این پیشینه که اشاره فرمودید، هم بحث اقتصادی هم بحث سیاسی و بحث امنیتی منطقه، فکر میکنید بهترین راهبرد برای ما در مواجهه با این تهدید چی هست؟ خب خود تهدید رو باید اول بشناسیم. تهدیدی که ما الان تو شرایط فعلی داریم، من اسمشو گذاشتم سپر و شمشیر. با سپر تحریم و شمشیر نفوذ آمریکایی‌ها یه برنامه‌ای رو نسبت به ما شروع کردن، یه افق 15 ساله هم تو ذهنشون هست. یعنی اینا میگن ما با سپر تحریم که جلو پیشرفت ایران رو خواهیم گرفت، با کمک تحریم ها میگن ما جلو پیشرفت اقتصادی ایران رو میگیریم، جلو پیشرفت فناوریش رو میگیریم، جلو پیشرفت سرمایه گذاری های ایران رو میگیریم. بنابراین تحریم میشه سپر، پیشرفت ایران رو متوقف میکنه. شمشیرشون نفوذه، میخوان از طریق نفوذ در حقیقت چه در سطح جامعه، چه در سطح نخبگان و چه در سطح ورود به حاکمیت ایران و ورود هوادارانشون به درون نظام حکومتی جمهوری اسلامی، در حقیقت از طریق نفوذ پیشروی کنن. یعنی شمشیر اونها در حقیقت نفوذ است. خب ما چه کار باید بکنیم؟ سوال بنده همین بود. ببیجه بعد از برجام آره. رهبری هم خیلی روی این موضوع تاکید داره. ما باید چه بکنیم به جوری نفوذ رو بگیریم؟ ما الان سپر خوبی داریم، سپر ایستادگی، سپر مقاومت، ولی متاسفانه شمشیر ما شمشیر کندی است. یعنی پیشرفت اقتصادی ما شتاب آلود نیست. ما در کنار این سپر قدرتمند ایستادگی و مقاومتی که داریم میکنیم و فردا هم مردم ما میلیونی انشالله میان تو راهپیمایی شرکت میکنن، این سپر سپر خیلی قوی است که در رأس این سپر خود مقام معظم رهبری قرار داره و مرتب در ما از ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکایی‌ها صحبت میکنه، ترفندهای اونها را در حقیقت افشا میکنه و مرتب به مردم روحیه میده، به مسئولین روحیه میده. این میشه سپر ما، سپر خوبیه، قوی هم است، ولی شمشیر ما کنده. ما باید شمشیرمون رو از نیام در بیاریم و اقتصاد مقاومتی رو، سیاست های از 44 رو، چشم انداز رو به طور جدی عمل بکنیم. اینجا مشکلمون کجاست؟ مشکل ما اینجا تردیدی است که هواداران خود آمریکا در داخل کشور تو اقتصاد درست کردن. مرتب میگن که همین فردا مسئله حل میشه، ارتباط ما با آمریکا حل میشه. 37 ساله که این گروه ها که با هم صندلی هاشون عوض میکنن، یه عده میرن سر همون صندلی های تردید، آفرینان کشور شرکت میکنن و مرتب تردید رو در جامعه ما در حقیقت ادامه میدن. این تردید باعث شده که ما به توانایی ملیمون بر نگردیم، به جوانهای با استعدادمون رجوع نکنیم، به سرمایه های داخلیمون رجوع نکنیم. داریم به یک آسمان رویایی غیر واقعی به نام آسمان آمریکا توجه مردم رو و توجه نخبگان رو و کارآفرینان رو در حقیقت معطوف کردن. تو همین حادثه مذاکرات هسته‌ای ما تا حالا باید از رکود می اومدیم بیرون. هیچ کجای دنیا در هیچ اقتصادی اینقدر رکود طولانی مدت وجود نداره. رکودی که این بار ایران گرفته عمیق‌ترین رکود و طولانی‌ترین رکود بوده. چرا؟ یه بخشش مربوط به همین بوده که با اینکه مذاکرات هم انجام شده اما مرتب مردم رو منتظر نگه داشتن، نذاشتن مردم دست به زانوی خودشون بگیرن. یه دو گفتن آقا جنسا ارزون میشه، ارتباط با آمریکا برقرار میشه، جنسا ارزون میشه، پولا رو بردن تو بانک گذاشتن، خرید نکردن.
یه عده میخواستن سرمایه گذاری کنن، میگفتن خب حالا که قرار ارتباط با آمریکا برقرار بشه، ما چرا بریم در کالاهای گذشته سرمایه گذاری کنیم؟ ما میریم توی کالاهای جدید سرمایه گذاری کنیم، صبر میکنیم تا ببینیم این برجام نهایتش چی میشه، بعد میریم سرمایه گذاری میکنیم. کارآفرینان و تولیدگران را منتظر گذاشتن، متقاضیان و مصرف کنندگان را هم در حقیقت مردد گذاشتن. نتیجه این تردید در عرضه و تقاضا کل بازار ایران رو قفل کرد و هنوز که هنوزه اون تحرک جدی نه در مسکن پیدا شده، نه در کالای صنعتی پیدا شده، نه در جای دیگه پیدا شده. بعد یه انحرافات جدی هم در مسئله پول، در مسئله بانکداری ایران، در نقدینگی سازی، در حساب سازی، در مسائل دیگه به وجود اومده که من تعجب میکنم از مسئولین کشور، چه دولت چه مجلس، اگر متوجه نیستن که اوضاع بانک‌ها و نظام پولی کشور چیه، که خب برن مشاور بگیرن. اگر در جریان هستن و میترسن، که درست نیست که بترسن، باید با قدرت برن نظارت کنن، وضعیت پولی و بانکی کشور رو حل کنن. همیشه در یه چنین شرایط رکود، ما در اقتصاد بایل اوت میگیم، یعنی طرح نجات، برنامه نجات، که یه برنامه نجات داده بشه. و برنامه نجات منظور اینه که نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کنن. در این سالها بالعکس شده، نقدینگی رو از تولید بردن جاهای دیگه، بردن تو سفته بازی، بردن توی در حقیقت حسابسازی های بانکی. خب معلومه پس ما سپرمون قوی هست، ایستادگیمون قوی هست، شعارهامون رو با قدرت علیه آمریکا میگیم و باید هم بگیم، اما شمشیری که ما باید از نیام بکشیم و پیشرفت اقتصادی بکنیم تا طرح نفوذ آمریکا رو و تحریما رو خونسا کنیم، این شمشیر کشیده نمیشه. و این شمشیر اگر کشیده نشه، خب ما باید مقاومت بکنیم صرفا، و با مقاومت هم جلو آمریکا رو میگیریم. اما مردم ما پیشرفت هم میخوان، زندگیشون میخوان درست بشه، معیشتشون میخواد درست بشه. مردم ما حاضرن تا 100 سال دیگه هم مرگ بر آمریکا بگن، مشروط به اینکه دولت مردان ما بدونن که بالاخره این شمشیر رو باید بکشن، اقتصاد رو باید درست کنن، معیشت رو باید درست کنن. و این با دست به زانو گرفتن خود ما و استفاده از توانایی های ما امکان پذیر است. درسته. ما چون وقت برنامه محدود هست، میرم رو بحث منطقه. ما به هر حال شاهد هستیم که یمن رو اشاره فرمودید، بحث سوریه، حضور داعش که الحمدلله داره رو به نابودی میره، بحث موصل، عراق اخیراً شاهد هستیم، همچنین لبنان و پیروزی جریان مقاومت در انتخاب رئیس جمهور. کلا تحولات کنونی منطقه رو، جایگاه ایران رو در اوضاع منطقه و استراتژی آمریکا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگه اجازه بدید من اون نفوذ رو چند جمله بگم بعد به این بپردازیم. برنامه نفوذ آمریکا بسیار جدی است و من از آقای دوستان عزیزمون تو صدا و سیما، بخش‌های مختلف، شبکه‌های مختلف تقاضا دارم یه برنامه منطقی بدون احساسات با استفاده از اسناد و مدارکی که هست. الان ما در دانشگاه امام حسین 16,000 سند به دست آوردیم که آمریکایی‌ها برنامه نفوذ رو چیکار می‌خوان بکنن. اسنادم از خود اینا هست، یه مقدار زیادش هم اسناد آشکاری است که الان جمع‌آوری شده. این طرح نفوذ نشون میده که آمریکایی‌ها به طور جدی در دو بُعد می‌خوان عملیاتی رو به صورت نرم علیه جامعه ما و علیه کشور ما انجام بدن. در قسمت اول در سیاست و فرهنگ و اقتصاد میخوان این تردیدی که الان توی بخشهایی از جامعه هست، میخوان این تردید رو گسترش بدن. ما نسبت به فرهنگ خودمون مردد بشیم، نسبت به اقتصاد خودمون مردد بشیم، نسبت به سیاست جمهوری اسلامی مردد بشیم. بعد مرحله تضعیف رو شروع کنن، تضعیف نظام سیاسی خودمون رو و فرهنگ ملی ما رو تضعیف کنن، ارزش‌های انقلاب رو تضعیف کنن. مسئله بعد تزلزل هست. پس تردید، تضعیف و تزلزل در نظام سیاسی، و مرحله چهارم تخریب و فروپاشی نظام است. این اسنادش وجود داره. برای هر کدوم از این صحبت‌هایی که من کردم تعداد قابل توجهی سند از خود آمریکایی‌ها، از ژورنال‌هاشون هست، از پایان‌نامه‌هاشون هست، از رساله‌هاشون هست. این یه بخش. بخش دوم در کنار این تضعیف و تردید،
در حقیقت به دنبال این هستند که ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی رو تلقین کنن در جامعه ما، از طریق هنر، از طریق تحلیل‌های گفتمانی، از طریق آموزش. مرحله بعد، بعد از تلقین ارزش‌های آمریکایی و تبلیغات آمریکایی، ترویج الگو و ارزش‌های آمریکایی رو میخوان ترویج کنن، مثلا مد میسازن، الگوهای میسازن، از طریق شبکه‌های مجازی، از جاهای دیگه این بیاد وارد جامعه ما بشه و جامعه ما همونطور که داره از ارزش‌ها و الگوهای بومی کنار میگیره، فاصله میگیره، از این طرف به ارزش‌ها و الگوهای آمریکایی روی بیاره. مرحله سوم توجیه و موجه سازی این فعالیت‌ها و این ارزش‌هاست که اینا با استدلال جوانان ما معتقد بشن که نه این چیز درستیه، این بهتر از خود ارزش‌های بومی ماست، ارزش‌های ملی ما هست در حقیقت. و بعد هم در حقیقت کلن الگوهای قدیم بومی خودمون رو بذارن کنار و این الگوهای جدید رو جایگزین کنن. بنابراین یه برنامه ریزی بسیار حساب شده و کاملا خطرناکی به وجود اومده. خب ما وظیفمون اینجا چیه؟ ما وظیفمون این نیست که مرتب همه رو متهم بکنیم بگیم تو آمریکایی شدید. شاید خیلی از جوانهای ما، خیلی از دانشمندان ما، خیلی از گردشگرار ما رو که الان آمریکایی‌ها میبرن، از هر 40-50 نفر یه نفر رو سازمان سیایه میبره پشت یه ساختمانی، اونجا باش قرار مدار میذاره، اینو دوباره تو همین گردشگرا میفرسته میاد داخل ایران. ما الان باید دانشجوهامون توجیه بشن، این اسناد مدارک بهشون گفته بشه، دانشگاه های ما باید توجیه بشن، گردشگرای ما که میرن باید توجیه بشن. من معتقدم که ما اگر ملتمون رو نسبت به این توته توجیه بکنیم، اصلا لزوم نداره با بعضیا برخورد بشه که چرا شما رفتید مثلا این مسیر رو دنبال کردید. ما با توجیه و در حقیقت شفاف سازی و آگاهی دادن میتونیم به مقدار زیادی جلو این برنامه نرم آمریکایی رو، در حقیقت یه جنگ نرم پنهانی رو علیه ما شروع کردن که ما میتونیم با آگاهی بخشی به جوانانمون و با مردممون بخش زیادی از این رو خونسا کنه. حالا اگه برگردم به سوال شما، خب من البته سال گذشته در تشییع جنازه سردار بزرگوار همدانی اونجا عرض کردم، صحبتهای من هست، یک سال و چند ماه پیش بود که داعش هنوز کنار بغداد بود، با شهر بغداد 40-50 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت، اطراف دمشق هم بود. من اونجا گفتم انشالله ما به زودی داعش رو در سوریه و عراق دفن میکنیم. امروز هم حلب در محاصره است و بخشای از حلب آزاد شده، هم موصل در محاصره نیروهای ارتش عراق و هشت و شعبی هست و بخشای از موصل آزاد شده. البته اینجا نقطه بسیار مهمی هست، آمریکا و عربستان، اسرائیل، حتی ترکیه تحمل نمیتونن بکنن که حلب کاملا آزاد بشه و موصل کاملا آزاد بشه و ما نگران این هستیم که داعش که داره دفن میشه، حوادث جدیدی رو در شمال عراق و شمال سوریه درست کنن. و الان هم تلاش های زیادی داره میشه که هم بین دولت عراق و دولت ترکیه یک گفتمانی و یک مصالحه‌ای بشه و در آینده بشه بین سوریه و کشورهای دیگه منطقه یک مصالحه‌ای صورت بگیره، چرا که ما معتقدیم دیگه از اینجا به بعد مسئله دیپلماسی و مذاکرات باید شروع بشه، اونم نه با قلدرهای مثل آمریکا و اسرائیل که حق ندارن در این مسائل منطقه دخالت کنن، خود کشورهای منطقه بنشینن و روی مسئله سوریه و روی مسئله ترکیه با هم گفتگو بکنن. به هر حال ما الان به نقطه بسیار حساسی در هم سوریه و هم در عراق رسیدیم و داعش که تمام شده است، مگر اینکه آمریکایی‌ها بخوان تو این ماهای آخر یه دست به کارهای غیر عقلایی بزنه. به عنوان سال آخر، به هر حال الان نسل تازه ایرانی این اصول مبارزه با استکبار رو باید از چه مکتبی فرا بگیره و کدوم جریان میتونه حافظ این رکن رکین انقلاب اسلامی باشه؟ ببینید، من بعضی وقتا واقعا تعجب میکنم از بعضی روشنفکران ما. آقای اوباما چند ماه پیش رفته بود هیروشیما و ناکازاکی رو دیده بود،
اونجا هم همدردی کرده بود. بعد بهش گفتن شما محکوم نمی کنید اون بمبای اتمی که اینجا زدن؟ گفت نه به هیچ وجه، رئیس جمهور یک کشوری بمب اتم زده، 300,000 نفر رو کشته. 300,000 نفر رو کشته. این میگه که من پشیمان نیستم، من محکوم نمی کنم. بعد ما یک شعار مهم مرگ بر آمریکا داریم که این افتخار ملت ایرانی که یه ملت جهان سومی تونسته شعار مرگ بر آمریکا رو به صدا در بیاره. بعد یه چنین ارزش سیاسی مهم برای کشور ما رو ادعی میگن، برای چی شما این حرفو میزنید؟ خب شما چرا سوال نمیکنید آقای اوباما چرا اونجا معذرت خواهی نکرده؟ اینکه شعار مرگ بر آمریکا شعار مرگ بر دخالت در کشور است، شعار مرگ بر تجاوزگریه، شعار مرگ بر آمریکا شعار سلام بر آزادی، سلام بر استقلال. شعار مرگ بر آمریکا در حقیقت دفاع از ارزش‌های انسانی است. بحث آمریکا به عنوان یک کشوری که عضو سازمان ملل هست مطرح نیست. اینجا آمریکا نماد تجاوزگری است. وقتی میگن مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر تجاوزگری، مرگ بر انحصار طلبی، مرگ بر تبعیض در سیاست‌های خارجی، مرگ بر حمایت از وهابیت، مرگ بر حمایت از بمباران‌های مردم بیگناه در حقیقت در یمن و غزه. مرگ بر آمریکا معناش اینه، نه اینکه مرگ بر یک کشوری که عضو سازمان ملل است. بعضیا میان اینطوری تحلیل میکنن، میگن آمریکا عضو سازمان ملله. خب عضو سازمان ملل باشه، آمریکا امروز نماد این تجاوزاته، نماد این ضد ارزش هاست. وقتی مردم ما میگن مرگ بر آمریکا، دنبال عقده گشایی نیستن، دنبال حفظ یه پرچم انقلابی و ارزشی هستن که یه بخش مهمی از انقلاب اسلامی رو در بر داره. لذا به نظر من جوانهای کشور عزیز ما خیلی خوب میفهمن، خیلی خوب در جریان هستن که این نماد یه غیرت انقلابی است و این غیرت انقلابی رو باید حفظ کرد. انشالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. به هر حال فردا 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، استکباری که در این برنامه به بخشایش از اون اشاره شد. امیدواریم که با حضور محکم و پرقدرت مردم در شهرهای مختلف از این میراث اصیل انقلاب اسلامی به خوبی دفاع بشه و افق‌های نوینی پیش روی نسل جوانمون برای فردای ایران اسلامی باز بشه. خیلی متشکرم. شبتون بخیر.